سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن ما از اول که این سلسله سخنان, سخنان, رو شروع کردیم قصدمون این بود که سلسله صفویه رو زیر زردبین بگذاریم و اوضاع اجتماعی مناسبات اجتماعی مردم ایران رو در شهرها مناسبات مردم شهرنشین با روستا مناسبات مردم شهرنشین با ایلات و اشایر و بافتهای جمعیتی به علاوه ارتباطات اقتصادی و اجتماعی رو بهش نگاه بیاندازیم که ناچار هستیم اینها رو همه رو زیر سایه حوادث بسیار عظیمی که روش رخ داده یعنی حکومت، سلطنت و جنگ ها و حمله ها و دفاع ها که بدون اونها نمیتونیم بریم بر سر سایر مسائل بلکه اونها رو اینا تاثیر گذاشتن بنابراین گفتیم که ما سلسله صفویه رو مورد مطالعه قرار میدیم و مقایسه میکنیم اوضاع سلسله صفویه رو با اون چه که در مغرب زمین میگذشت و ببینیم که چگونه شد که در مغرب زمین خواب یک باره مردم از اون خواب سیاه قرون و وسطایی بیرون آمدند و دارند تحولات عظیمی در زندگی خودشون به وجود میارند و از این سو ما دست به گریبان چه نوع افکار عقایدی هستیم و چگونه با مقر زمین برخورد میکنیم و چه حاصلی گیر ما میاد و ما چگونه نسبت به اون که در جهان میگذره چشممون رو میبندیم قفلت میکنیم نادیده میگیریم و راه خودمون رو میریم و در نتیجه این دوره دوره ای است که آغاز دوره ای است که ما عقب افتادن از جهان متمدن رو شروع کردیم حالا کلمه متمدن هم ممکنه روش حرف باشه یعنی باز دوست عزیزی از فیزیه ایمیل کنه که آقا تمدن واقعی اینه که ما ایمان داریم ما علیم ما قبول عزیزم قبولی اما شما بدون که وقتی من میگم تمدن منظورم تمدن به معنای مدن, مدن و شهرنشینی نیست مجموعه فرهنگ مجموعه تلاش انسان برای بهبود در زندگی و پیشرفت و تسلط به طبیعتی. در این راه تسلط به طبیعت بود که تونستن این سدهای عظیم رو بسازن اون دریاچه های عظیم رو درست بکنن از آبها اون استفاده رو بکنن از آب برق بگیرند این تسلط بر طبیعت بود که تونستن از جو برن بیرون نمیدونم در خارج از جو دوربین هایی بگذارند کائنات نگاه کنن دور زمین بچرخن زمین رو کشف کنن اینها کارهایی است که ما نکردیم ابتدایی ترش هم نکردیم وقتی که فرنگی ها مثلا جرأت به خودشون دادند کشتیرانی رو توصیه دادند با کشتی هاشون شروع کردن به رفتن به راه های دور و بالاخره دنیا رو دور زدند، آمریکا رو کشف کردند، استرالیا رو کشف کردند. ما در خلیج فارس تعدادی کمی قایق کوچک داشتیم که میتونستیم تو با بریم و برگردیم. حال آنکه این مهمه، حال آنکه 900 سال قبل از این تاریخ، 1000 سال قبل از این تاریخ ما در آن سوی خلیج فارس بزرگترین دستگاه های کشتی سازی رو داشتیم و محکمترین کشتی ها رو می ساختیم و کشتی های ما در دنیا معروف بودند به استحکام حتی در اوقات طوفانی دریا که هیچ کشتی نمیتونست از بسیاری از معابر دریایی عبور بکنه کشتی های ایرانی عبور میکردند اما آرام آرام فرو نشستیم آرام آرام پایین آمدیم و به جایی رسیدیم که یک جزیره ای ما رو پرتغالیا ها میگیرند صد سال توش میشینند دست میذارن رو گمرکات ما روی تجارت ما و ملک ما رو هم گرفتند به بندر عباس هم تسلط پیدا کردند و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای اینکه کشتی نداریم برای بلد نیستیم بریم رو آب و از خودمون دفاع کنیم خب این عقب ماندگی احساس میشه این فاصله و این تفاوت ناگهان بین ما و مغرب زمین که پیوسته ما از اونها جلو بودیم حالا داره تو این مقطعه تاریخی نمایش داده میشه اینی که ما به اون جلو رفتن اونها و به عقب ماندن خودمون چگونه نگریستیم و چه عکس عملی نشان دادیم امروز برامون مهمه آیا امروز هم به همون شکل نگاه میکنیم امروز هم همون گونه عکس عمل نشان میدیم هدف این برنامه اینه بگذاریم در هزار و 445 46 در این حدود سالها عثمانی ها کنستانتین رو شکست میدن قسطنطنیه رو فتح میکنند و اون دولت اون دولتی که ما به عنوان دولت روم میشناختیم تبدیل میشه به امپراتوری عثمانی این عثمانی ها حمله میکنند به اروپا بسیاری از سرزمین های اروپایی رو میگیرند به مصر میرن به عربستان سعودی میرن کشورهای اسلامی رو زیر سیطره خودشون میارن به جز ایران البته ادعای رهبری اسلام هم میکنند و میخواهند که خلافت عباسی رو در سرزمین عثمانی دوباره برقرار کنند که این خلافت عباسی به شکلی و به نوعی در مصر ادامه پیدا کرده بوده ولی ایران میرن مصرم میکوبن خلیفه مصرم میکشن مصرم تصرف میکنن و اما اول کاری که میکنن اینها این است این که راه تجاری بین آسیا و اروپا رو برای اروپایی ها میبندند یعنی های تجاری که باید از ترکیه عبور بکنند و محصولاتشون رو برسونن به اروپا یا برعکس این راه رو میبندند اروپایی ها بدونه داشتن راه ارتباطی با آسیا به گرسنگی میافتند به بدبختی میافتند و ضرر زیان بسیار زیاد میبینند یکی از دلایلی که اروپایی ها به هند و سیلان و چین احتیاج داشتند سوای ابریشم پارچه نمیدونم چرم آهن سوای این حرفها مهمترین رقمش ادویه بود شما توجه داشته باشید که امروز روز ما همه یخچال داریم و میتونیم گوشت رو نگه داریم تو فریزر 20 روزی ماه نمیدونم چقدر اون موقع مردم وقتی یه حیوانی رو میکشتند فقط در جلسه اول و دوم یه گوشت سالم داشتند که بخورند بعد این را رو نمکسود میکردن آویزون میکردن بر حال این گوش بوی تعفن میگرفت بوی گند میگرفت حالا یک مقدار زیادی باید ادویه به این قاطی این گوشت بکنن تا طعم این گوشت برگرده بتونن بخورنش بنابراین قوت به هند و سیلان و چین و نمیدونم این ها وصل بود حالا این راه بند اومده از نظر نظامی از پس عثمانی‌ها بر نیمدند اما به تلاش افتادند که این کمبود رو جبران کنند در این تلاش بود که به راه های آبی توجه کردند برای رفتن به راه های دورتر کشتی های مناسبتر ساختند کشتی های محکمتر ساختند و با این کشتی ها به راه های دور افتادند و به دنبال هند که هند رو پیدا بکنند آمریکا رو کشف کردند که کشف و آمریکا برای اروپایی ها یک تحول بسیار عظیمی بود چه از نظر تنوع مواد غذایی و چه از نظر ثروت و طلایی که از اونجا آوردند حالا بنابراین راههای زمینی آرام آرام اعتبار خودش را از دست داد و اون جاده ابریشمی که محل وسیله ارتباط کالایی و تجاری بین شرق و غرب بود تعطیل شد شهرهای سر راه این جاده ابریشم که محل تواتر کاروان ها بودند و از این محل راهداری و انبارداری و گمرک و این حرفا می گرفتند و معیشت می کردند از رونق افتادند زررش مشرق زمین دید منفعتش رو مغرب زمین برد برای اینکه او در یک دوره چهل ساله تلاش کرد و تونست خودش راه دریایی پیدا کنه برای مشرق زمین و رفت رفت به هند به چین به سیلان هر که مخواست رفت و کار خودش کرد حالا این نیروی دریایی چون قرار است که دزدان دریایی هم وجود دارن در دریاها در بنادر نمیدونم جاهای مختلف با اونها هم بتونه مبارزه بکنه روی این کشتی های تجاری اسلحه هم گذاشتند توپ هم گذاشتند که خودشون دفاع کنند بنابراین تجارت با جنگ و سلحشوری مخلوط شد برای اروپایی ها در چنین دوره‌ای ما در کشور ما یک سلسله جدیدی به وجود میاد که دو جنبه کاملا متفاوت داره. اول اینکه برای بعد از 900 سال یک حکومت ایرانی واحد در کشور تشکیل میشه و بساط ملک و توایفی رو تعطیل میکنه. بدیهی است که من الان نباید راجع به مذرات ملوک و توایفی صحبت زیاد صحبت بکنم مختصر این که در کشوری که دوازده سیزده شاه حکومت میکنند پیوسته این شاه ها میخوان متصرفات خودشون رو توسعه بدن برای اینکه هرچی شهرهای بیشتری زیر نفوذشون باشه ثروت بیشتری گیرشون میاد مالیات بیشتری میگیرند به این دلیل پیوسته بین اینها جنگ و در این جنگ ها روستاها مردم چه از نظر سربازی که رفته به جنگ چه از نظر مردمی که زیر دست پای جنگ میمونند جز تلفات کشته شدن و سپس تا اون چیزی گیرشون نمیاد و قحطی بنابراین ما در این تا همین آمار تا اونها و باها رو وقتی مقایسه میکنیم با تراکم جنگ ها میبینیم اینا با هم برابرند و همخانی دارند در یک دوره صد ساله اگر چهل تا جنگ در یک منطقه وسیع انجام شده حتما پنج بار شیش بار هم اونجا تا اون پیش آمده و در یک دوره صد ساله اگر هیچ جنگی رخ نداده فقط یه دفعه تا اون آمده خب معلومه برای که این اجساد رو که نمیتونستن خاک کنن که اجساد تو بیابون میموندن تجزیه میشدن و هزار کسافت به وجود بیاورد حالا این اجساد اجساد آدمی هست تا اسب و قاطر و شطور و هر چیزی دیگری برگردیم به حرف درست در مقطعی که پنج شیش ساله قاره آمریکا کشف شده اروپا دچار تحولات شگفتانگیزی شده چل پنجاه ساله که گوتنبرگ ماشین چاپ پیروکه از طریق چینی ها یه چیزی یاد گرفته بودند و یه چیزکی ساخته بودند توسعه میده و نشر کتاب بالا میره تا قبل از اون در کتابخانه شارل نهم که بزرگترین کتابخانه اروپا بود فقط 900 جلد کتاب وجود داشت حالا اگر بخواید مقایسه بکنید با کتابخانه های ایرانی قرن چهارم و پنجم متوجه میشید که چقدر این کتابخانه زلیل و بدبخت بوده صاحب ابن عباد کتابخانهش بیشتر از صد هزار جلد کتاب داشته از دوله دیلمی خودش کتابخانه شخصی داشته بیشتر از صد هزار جلد کتاب داشته کتابخانه مرد که ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی ازش بازدید کردند که کتابهایی که از زمان ساسانیان منتقل شده با اونجا به وسیله یزدگرد و سایر کتابهایی که اونجا در رشته های علوم جماوری شده و طبقه بندی شده نشان میده که بزرگترین کتابخانه است که در اون عصر میشده دیده بشه تعریفاشو از ابو علی سینا و ابو ریحان میشه شنید بازار کتاب فروشا رو به شما عرض کردم رونق کتاب رو به شما عرض کردم بنابراین ما یک دوران بزرگ شکوفایی داشتیم که آرام آرام افول کردیم پایین آمدیم و حالا رسیدیم دو مرتبه به جایی که بعد از امپراتوری ساسانی قرار است که یک حکومت واحد به سرتاسر سر ایران حکومت بکنه و انشالله دوران جنگ ها خونریزی ها سپری بشه و مردم بتونن مناسبات قبلی رو دوباره تکرار بکنند تجارت تاجر تجارتش بکنه کشاورز کشاورزیش رو بکنه ارتباطات اینا با همدیگه به طور سالم وجود داشته باشه و رونق اقتصادی به وجود بیاد و مردم از فقر و مسکنت بیرون بیان و در نتیجه به خاطر ازدیاد سرمایه و پول مدرسه ها ساخته شه علما به شاگردا درس بدن سطح سواد بالا بیاد و و و همینطور بگیریم بریم بالا ببینیم چی شد اول ببینیم که این صفویه کی چی هستند بعضی از مردم ما امروز معتقدند که این صفویه ترک بودن نه اینها ترک نبودند. اینها هم به دلیل اقامت در منطقه آذربایجان ترک زبان شدند اصل اینها مردی بود به نام فیروز شاه زرین کلاه که ما نمیدونیم این لقب شاه رو به دلیل اعتقادات صوفیگری خودش به خودش داده بود یا به دلیل نوع روابطش با مردم مردم بهش داده بودند میگویند که مرد بسیار بسیار سخاوتمندی بوده مرد کریمی بوده ثروت بسیار بسیار گسترده و وسیعی داشته به طوری که نمیتونسته از احشامش در کردستان نگهداری کنه جا براش تنگ شده بوده منتقل میکنه خودشو به آذربایجان و در آذربایجان هم میره به طرف سواحل غربی دریای خزر یا کاسپیان اما مردم به او اعتقاد بسیار زیادی داشتن مردم از ایشون عابد و زاهد و مسلمان بوده و به مردم بسیار خدمت میکرده سفره گسترده داشته به اشخاص حقوق و مواجب میداده خلاصه مردم این آدم رو بسیار بسیار دوست میداشتند محبوب مردم بوده بنابراین حالا ما نمیدونیم مردم به ایشون گفتن شاه یا خودش به خودش گفته شاه به خاطر اعتقادات صوفیانه که صوفی ها معمولاً یک لقب سلطان یا شاه به خودشون میدادند که این یک مفهوم معنوی بود براشون مفهوم زمینی نداشت این آدمی که به جوانمردی و سخاوت و چه و چه معروف بوده میمیره و پسرش میاد سر کار و پسرش هم این ثروت پدره رو به سبک پدر اداره میکنه و اون یک بچه هفت ساله ای داشته که این بچه هفت ساله گم میشه تمام زمین و زمان رو شهرهای اطراف رو میگردن و این بچه رو پیدا نمیکنند در نتیجه این بچه رو از دست رفته تلقی میکنند براش مجلس ختم میگذارند ازاداری میکنند و یکی دو سال بعد هم فراموش میشه. اما بچه در سن 14 سالگی در حال که یک قرآن رو به گردنش آویخته بوده برمیگرده پدر و مادر و فامیل میگن چی بود کجا بودی چی شدی میگه جنها منو بردند که به من قرآن و شریعت یاد بدن و پدر مادرش هم که باور میکنن هیچی اهالی هم باور میکنن و در نتیجه این ارادتی که به خاطر سخاوت و آقایی و بخشندگی این خانواده داشت حالا تبدیل میشه به کرامات تبدیل میشه به امدادهای قیبی ارتباط با لاهوت ارتباط با عالم قیب و دیگه درجه اهمیت این آدم بالا میره این آدم میشه مرشد و مراد و رهبر یه ای که حالا بهش اعتقاد دارند پس وقتی که اون میمیره پسرش در زمانی مرشدی اینها را قبول میکرده قبول کرده بوده و اداره میکرده که گرجستانی ها حمله کنند و مردم رو می کنند ساکنین شهر رو میکشند یه زخم شمشیر مهلکی هم به این آدم میزنند و این آدم در اثر زخم شدید چند روز بعد میمیره میگویند موقعی که این آدم مرد دو روز بعد بچش به دنیا آمد اون بچه که شیخ صفی الدین اردبیلی بنابراین شیخ صفی الدین اردبیلی یه پشتوانه شهرت از جهت نیکوکاری و انسان دوستی و مردم دوستی از اجدادش داره و یک پشتوانه شهرت از پدر بزرگش داره که جنا بهش قرآن یاد دادند و شریعت یاد دادند. خب، این هم فکر میکنه که نباید از این قافل عقب بود. این ایشون هم باید که به مقامات عرفانی و به مقامات نمی‌دونم صوفیگری و این, این نوع کرامات و این نوع امکانات قوی متافیزیکی و این حرفها برسه. با عالم غیب ارتباط بده کنه از اونجا بهش کمک بکنند و چه و چه در نتیجه در سنین جوانی به شدت دنبال یک کسی میگشته که بره مریدش بشه و از اون این حرفا رو یاد بگیره به حال یه درجه عقلش در خودش نشون میداده برای که ما بعدها میبینیم کسانی که در سن نه سالگی ادعا میکنن که مرشد کاملند اما این نه این میخواسته معلمی داشته باشه یه راهبری داشته باشه و او بهش یاد بده ایشون شیخ زاهد گیلانی رو پیدا میکنه که یکی از دراویش متصرفه ای بوده در گیلان و میره سراغ اون و 25 سال مرید شیخ زاهد میشه شیخ زاهد گیلانی که میزان علاقه این رو به این مقولات میبینه و میزان ارادتش رو میبینه دخترش هم به ازدواج این پسر در میاره وقتی داماد شیخ زاهد گیلانی میشه جانشین شیخ زاهد گیلانی هم میشه در نتیجه وقتی شیخ زاهد گیلانی میمیره ایشون میشه رهبر و مراد دراویشی که مرید شیخ زاهد گیلانی بودن من جمله خانواده خودش هم یک سری پیروانی از گذشته داشته برابر این جمع مریدان دو برابر میشن یا چند برابر میشن شیخ صفی الدین این اسم خانقاه و اسم این تشکیلات شیخ زاهد گیلانی رو تغییر میده به نام خودش میکنه در نتیجه میشه خانقاه صفوی این این ریشه نام سلسله صفویان چون این آدم اسمش صفی بوده اون خانقاه را به نام خودش میکنه خانقاه صفی و بعد میشه صفی علی شاه صف شیخ صفی اردبیلی با صفی علی شاه اشتباهش نکنیم سی و پنج سال هم رهبری این مریدان رو به عهده میگیره و سی و پنج سال ایشون پیر و مرشد یه تعداد مردمانی بوده که بهش ارادت داشتند و اونا هم جمعیتشون کم نبوده شیخ صفی الدین اعتقاد به توسعه داشته اعتقاد به تبلیغات داشته اشخاصی رو میفرسته به مناطق دوردست از منطقه اردبیل اشخاص رو مریدانش رو میفرسه به آسیای صغیر میفرسه تا سوریه از این طرف تا خراسان و هر جا که امکان داشته که سفر بکنن آدمایی میفرسته و مریدانی جمع میکرده برای خودش به این ترتیب در طول سالیان به تعداد مریدان شیخ صفی به این ترتیب یعنی با این فعالیت مستمر خستگی ناپذیر هی افزوده میشه و اینا دیگه صاحب یک جمعیتی میشن قدرتی <applause> اما برای اولین بار قبایل ترکمنی که در آذربایجان بودند یک قبیله ترکمن کمپلت همه یعنی رئیس قبیله و اعضای قبیله میرن مرید آقا میشن این هم میشه اولین نطفه قدرت شیخ صفیدین شیخ صفیدین در سن 91 سالگی میمیره و پسرش صدر جانشینش میشه حالا اینا رو من مختصر میگم برای اینکه میخوایم که یکی یکی بدین اینا کی بودن چی بودن رزود زد این صدرالدین درست زمانی به شیخیت و به مقام مرادی میرسه که ابو سعید آخرین پادشاه عطابکان از بین رفته میمیره و دولت ایلخانی در حال تجزیه شدنه که بعد از مرگ او هم حسن چوپانی و برادرش ملک اشرف این منطقه ایران رو زیر شمشیر خودشون میگیرند که اون حسن چوپانی گویا یک سردار گردن کلفتی بوده آدم نظامی بوده و میتونسته مملکت رو اداره بکنه البته هدفش از اداره یک قسمتی از مملکت سرزمین جمع ثروت بوده و املاک مردم رو یک بار براتون تعریف کردم که با چه هایی مردم رو از به خاک سیاه نشونده املاک مردم رو گرفته اما اون ملک اشرف که بعد از این برادرش میاد سر کار اون آدم صفاک و خونریز و آدم کثیفی بوده بدون دلیل بدون جهت آدم میکشته ظاهرا این آقای صفاک خونریز ملک اشرف از قدرت این صفویان در اردبیل به وحشت میفته و اینه که اینا مریدان بسیار زیادی دارند و قبایل ترکمان هم میرن و میان که اینا همه مسلحند فکر میکنه که بیاد این صدردین رو بکشه و خیالش راحت شه دستور میده میرن صدردین میگیرن و میارن به تبریز و میخواسته بکشه ولی یه خورده میترسه و میکنه توی زندان ترسش هم هم از مریدانه که ممکنه بر به پا, پا, پا کنن هم خدا چون فکر بونه که این با عالم غیب ارتباطاتی داره کراماتی داره ممکنه یه بلای غیبی سرش بیاد ترس آنچنانی هم داشته خب با مجموعه این ترس ها یک شب خواب میبینه که جد این شیخ صفی اردبیلی آمده به خوابش بهش میگه که یک مو از سر نواده من کم بشه نیست و نابودت میکنم این با وحشت از خواب بیدار میشه و تحت تحصیل این خواب میگه که این صدردین آزاد کنید بره رو آزاد میکنن میره اردبیل ولی باز دو سه ماه بعد از این رفت آمدها و از این رونق کار دو مرتبه به وحشت میفته دو مرتبه میخواد یه کاری بکنه که این یه جوری سر نیست کنه یه جوری از از شر این خلاص شه من تا اینجا آمدم وقت تموم شد امیدوارم که بتونم مختصرتر و سریعتر این خانواده صفوی رو تا قبل از شاه اسماعیل که میاد و تمام ایران رو میگیره براتون توضیح بدم که چجور آدمایی بودن چگونه فکر میکردن و مریدانشون چگونه فکر میکردن که دورور اینا بودند و با اون فکرها به کجاها میشه رسید البته یک نکته مهم هم توجه داشته باشید تاریخ رو میبایست با مقتضیات و آداب و امکانات آن زمان مطالعه کرد نباید مقایسه کنیم با اعتقادات و افکار این زمانی این رو هم توجه داشته باشید من هم سعی میکنم این توجه رو داشته باشم که به اشتباه نریم به حال جامعه مشخصاتش در این عصر اینه میخوام اینو عرض کنم خوب یا بدش رو ما دیگه نمیتونیم بگیم چون ما امروز بعد از 500 سال عقاید دیگری داریم رفتار دیگری داریم دانش دیگری داریم متفاوتیم با اون عصر فعلا شب روزتون بخیر